سلام دوستان، پور رضا هستم و شما یکی از ویدیوهای کانال کد گاردن رو میبینید. در کد گاردن ما با هم کد مینویسیم و از این کد نویسی لذت میبریم. در ادامه مباحث مربوط به زبان برنامه نویسی سی شارپ، امروز میخواییم با استفاده از استورد پروسیجرز یا رویه های ذخیره سازی شده یک مقدار داده به پایگاه داده لوکال اضافه کنیم. در آموزش‌های قبلی روش ارتباط با پایگاه داده لوکال رو یاد گرفتیم، ولی امروز هم برای یادآوری یک پایگاه داده بسیار کوچک با هم ایجاد خواهیم کرد. پس در مرحله اول بریم سراغ نیو پروژکت، پس در محیط ویژوال استودیو بریم سراغ یک پروژه جدید. این پروژه رو از نوع ویژوال سی شارپ و کنسول اپلیکیشنی که مبتنی بر دات نت فریم ورک انتخاب خواهیم کرد، چون امروز من نمیخوام درگیر اون لایه یو آی یا یوزر انترفیس بشیم، یعنی فرم های طراحی کنیم و اونجا داده ها رو از کاربر بگیریم. خب پس من اینجا میام سراغ نام پروژه، کنسول ای پی پی وان مهم نیست. بعد مسیری که در نظر گرفتیم درایو آر و نیو پی آر خواهد بود. پس اوکی رو خواهیم زد، پروژه جدید برای ما ایجاد بشه. بعد از ایجاد پروژه شما میدونید این بالا ما یوزینگ ها رو داریم، نیم سپیس رو داریم که هم نام با خود پروژه است، بعد کلاسی داریم به نام کلاس پروگرام، کلاس اصلی برنامه، و متدی به نام مین که اینجا آغاز کد نویسیه. قبل از اینکه شروع به کد نویسی کنم برم سراغ پایگاه داده، پس از منوی پروژکت Add New Item رو انتخاب خواهیم کرد. Add New Item در این قسمت دیتا میریم سراغ Service Based Database، مسلماً نامی برای این فایلمون انتخاب خواهیم کرد که اینجا اجازه بدید همون DB یا Database بمونه، Database. بعد گزینه اد رو انتخاب خواهیم کرد، چند لحظه صبر میکنیم تا دیتابیس به سیستم، حالا بگیم برنامه ما، اضافه شه. بعد میریم سراغ سرور اکسپلورر. سرور اکسپلورر اگه اینو در ساید بار نمیبینید بیاید منوی ویو، بعد سرور اکسپلورر رو از این قسمت انتخاب کنید. پس میایم سراغ دیتا کانکشنز. در این قسمت دیتا کانکشنز بایستی دیتابیس رو ببینیم. اینو ریفرش خواهیم کرد تا ارتباط برقرار بشه و شما این سویچ سبز رنگ رو ببینید. در مرحله بعدی من روی این کلیک میکنم، تیبلز، راست کلیک، اد نیو تیبل، یک جدول جدید به پایگاه داده اضافه کنیم. همونطور که قبلا هم توضیح دادیم ما میتونیم هم TSQL بنویسیم، یعنی اگه زبان SQL رو بلدید اینجا TSQL بنویسید، اگه بلد نیستید از این قسمت دیزاین استفاده کنید. پس مثلا من میتونم اینجا بگم نام جدول من جدول student خواهد بود. بعد در این قسمت میتونم فیلد ها رو مشخص کنم، SID از نوع INT، SName از نوع ورچار مثلا 50، بعد اسپون از نوع ورچاری که یک مقدار مثلا کمتره، ورچار مثلا 10 رو در نظر بگیریم. ورچار معادل تقریبا میشه گفت استرینگه. اینها رو در درس های پایگاه داده کامل توضیح میدن، چیز خاصی نیست، از گوگل هم میتونید سرچ کنید SQL data types یا مثلا MySQL Data Types، SQL Server Data Types یا هر چیز دیگه، کامل اونجا نوشته که کاربرد هر کدوم از اینها در چیه. شما INT و ورچار رو بدونید برای یک برنامه کوچیک معمولا کافیه. بعد از اینکه اینها رو نوشتیم این بالا شما گزینه Update رو میبینید، پس Update منتظر هستیم تا این اسکریپت های ما آپدیت بشن. اگه شما این پایین تیک سبز رو دیدید دیگه مطمئن میشید که تیبل شما ایجاد شده. پس تیبل ما ایجاد شد، پس من میتونم بیام در سرور اکسپلورر روی قسمت تیبلز کلیک کنم و این استودنت رو ببینم که این استودنت دارای SID، SName و SPhone خواهد بود. حالا اون کلید هم نشون میده که SID پرایمری کیه و امکان تکرار داده ها در این فیلد وجود نداره.
خب دیگه کافیه، فقط تنها کاری که من انجام میدم یک راست کلیک بر روی این دیتابیس و انتخاب گزینه پراپرتیزه. بعد در این قسمت ما کانکشن استرینگ رو داریم. این کانکشن استرینگ رو کپی و پیست خواهیم کرد. پس این رو کپی کنید، برگردیم سراغ کد نویسی. حالا در قسمت کد نویسی من کلاس پروگرام رو ببندم. این پایین کلاس استودنت، کلاس DB کلاس. کلاسی دارم به نام student، کلاسی دارم به نام DB کلاس. البته اینجا ما سریعا میخوایم کودها رو یک جا بنویسیم. شما میتونید برید project add class رو انتخاب کنید و اینها رو در فایل های مجزا و تمیز قرار بدید. پس در داخل DB کلاس من private string سی استرینگ رو تعریف خواهم کرد. مقدارش هم همین چیزی خواهد بود که من کپی و پیست خواهم کرد. پس این کانکشن استرینگ ما مساوی این خواهد بود. الان این چه مشکلی برای من پیش اومده؟ الان مشکلی که دارم مشکل بک اسلش هاست. بک اسلش ها در داخل رشته ها دارای معنی خاصی هستند. برای اینکه معنی خودش رو بده یک بک اسلش دیگه بهش اضافه خواهیم کرد. پس هر کجا بکستش دیدیم یکی هم بهش اضافه کنیم. و تمام. البته دوستان در آموزش های قبلی هم من توضیح دادم زمانی که شما بخواید و این پروژه رو در یک کامپیوتر دیگه اجرا کنید این مسیر برای شما مسئله ساز خواهد که حالا در آخر این آموزش اون رو اصلاح خواهم کرد. خب پس private C string بعد private. خب برای اینکه بتونم نمونه هایی از کلاس هایی دیگه هم تعریف کنم میام این بالا using system.data using data SQL client این using ها رو اضافه میکنم. بعد در قسمت بعدی private SQL connection CONN. پس یک SQL connectionی تعریف کردم و بعد در کنار این private SQL command CMD رو تعریف خواهم کرد. فعلا اینا به نال اشاره می کنند. باید در یک جایی اینها رو نمونه دهی کنیم. یعنی چی کنیم؟ مثلا بریم سی مساوی نیو بعد یک کلاس دیگه. خب الان اجازه بدید بریم سراغ چی؟ بریم سراغ متد سازنده. پس زمانی که نمونه ای از DB کلاس ایجاد خواهد شد کلاس DB کلاس داره این متد سازنده ای خواهد بود که همنام با خود کلاسه. پارامتری هم نمیگیره فعلا. بعد اینجا خواهم نوشت CONN مساوی نیو. الان SQL کانکشنی که بر روی این سی استرینگ خواهد بود. پس بنویسم سی استرینگ. البته خب میتونیم پارامتر هم بگیریم یا بیایم از اوورلود کردن استفاده کنیم. بگیم اگه پارامتر نداد اینه، اگه پارامتر داد مثلا یک کانکشن دیگه تعریف کنیم. بعد از اینکه حالا این متد سازنده رو نوشتیم بیایم و گزینه‌ای به نام run public void run procedure RPC بنویسم که دیگه زیاد ما رو اذیت نکنه. خب RPC رو تعریف کرد. الان در داخل این متد من میخوام ارتباطی با پایگاه داده برقرار کنم و بعد یک رویه ذخیره شده در اونجا رو فراخوانی کنم. رویه های ذخیره شده بایستی در لایه دیتابیس تعریف شن. پس اینجا اگه دقت کنید ما در کنار این tables
گزینه به نام Stored Procedures رو داریم. پس راست کلیک خواهیم کرد. Add New Stored Procedure رو انتخاب می‌کنیم. الان ساختار رو دقت کنید. نوشته Create Procedure. من اجازه بدید اسمش رو بذارم Add Student. Add Student. میگه این رویه ذخیره شده بایستی یه پارامترهایی بگیره. جدول ما به چه شکلی بود؟ اگه دقت کنید جدول ما یا هم تیبل استودنت SID و SName و SPhone داشت. پس پارامترهایی که داریم SID و SName و SPhone خواهم بود. اما داده های اینا SID INT این ورچار 50 و این هم ورچار 10. اینا رو ما یادم. الان بایستی بیام یک دستور SQL اینجا بنویسیم. پس من می‌نویسم insert into student ترتیب فیلدها SID و SName و Stone values مقادیر SID و SName و Stone. ببینید همین پارامترهایی که ما اینجا تعریف کردیم اینا پارامترهای رویه ذخیره شده یا همون Store Procedure هم. این پارامترها اینجا قرار میگیرن. دستور insert هم یکی از دستورات DML Data Manipulation Language که برای دستکاری داده های پایگاه داده استفاده خواهد شد. اگه نمیدونید میتونید از گوگل سرچ کنید ساختار دستور insert رو ببینید در SQL به چه شکلیه. بعد از اینکه حالا این رو نوشتیم باز میریم سراغ update database و منتظر اون تیک سبز خواهیم بود. پس استورد پروسیجر ما هم با موفقیت ایجاد شد. در مرحله بعدی میام دوباره سراغ برنامه نویسی. خب الان ما کانکشنمون رو داریم. درسته؟ خب پس می‌نویسم در این بالا ما یک CMD داریم که SQL کامنده. CMD مساوی نیو SQL کامندی که خب الان دو پارامتر اینجا داریم. یکی این ارتباط است که اسمش کانکشنه. ببین پس ارتباط با پایگاه داده که اسمش رو CONN قرار دادیم و اینجا هم در آموزش‌های قبلی ما یک دستور select نوشته بودیم. شما هم میتونید اینجا یک دستور insert بنویسید. یعنی اگر نخواهید از رویه های ذخیره شده استفاده کنید میتونید دستور insert رو اینجا بنویسید. اما من میخوام از رویه ها استفاده کنم. پس اینجا بایستی نام رویه یا نام stored procedure رو بنویسم. اگه دقت کنیم نام stored procedure مون چی بود؟ اینجا اگه دقت کنید add student. پس اینجا من بنویسم add student. add student. در مرحله بعدی من بایستی به سی شارپ بگم که این یک دستور SQL نیست. این یک رویه ذخیره شده است. پس بنویسم cmd. بایستی command typeش رو command type یعنی نوع دستورش رو مساوی بکنم با command type. stored procedure command type stored procedure. فقط دقت کنید پس cmd که از نوع چیه؟ یک نمونه از SQL command دستور SQL اومدیم نوشتیم cmd command typeش مساوی چیه؟ یک stored procedure رویه ذخیره شده. حالا در ادامه من بایستی اون پارامترها رو به این دستور اضافه کنم. پس می‌نویسم cmd.parameters.parameters.parameters.
add with value. Add with value یعنی نام پارامتر رو خواهم نوشت، بعد value رو خواهم نوشت، عنوان متغیر و مقدار رو. پس اینجا می نویسم SID و 11، همین رو کپی پیست کنم. S name رو داشتیم، مقدارش رو مثلا هاوی قرار بدم و S phone چون استرینگ هم نوشت 0904. خب حالا در مرحله بعدی اگه در آموزش‌های قبل دیده باشید، ما یک دیتا ریدر تعریف می‌کردیم و با استفاده از دیتا ریدر یک دستور رو اجرا می‌کردیم. اما اینجا ما ریدی در کار نداریم، یعنی ما نمی‌خوایم داده‌هایی رو رید کنیم. پس میایم چه کاری انجام می‌دیم؟ می‌ریم سیم cmd.executeNonQuery. این چیزی رو بر نمی‌گردونه. این چیزی رو بر نمی‌گردونه. حالا زمانی که ما داریم این کارها رو انجام میدیم، مسلماً بایستی کانکشنمون رو اوپن کنیم. یعنی اینجا من می‌نویسم conn.open، کانکشن اینجا باز شده و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم می‌نویسم conn.close. conn.close. این مرحله اوله، یعنی من فقط میخوام تست کنم ببینم که آیا من میتونم اینها رو در داخل اون دیتابیس قرار بدم یا خیر. پس میام و در این قسمت که قرار بود آغاز کد نویسی از اینجا باشه، یک نمونه از پس db class object مساوی new db class، بعد خواهم نوشت ob.rpsleep، اون متد رو فراخوانی میکنم. خب بعد که این کار رو انجام دادم، برنامه رو کافی اجرا کنم. اگه مشکلی با دیتابیس داشته باشیم حتما اینجا یک خطایی میده که ما بایستی اون خطا رو پیدا کنیم و اصلاح کنیم. ببینیم برنامه باز و بسته شد، یعنی یک صفحه کامند لاین یا صفحه کنسولی باز و بسته شد، آیا برنامه درست کار کرد؟ میام سراغ سرور اکسپلورر، میام سراغ این دیتابیس کانکشنی که داریم. میبینید این قرمز رنگ شده چون برنامه ما کانکشن رو باز و بسته کرد، این قرمز رنگ شد. ریفرش میکنیم تا دوباره ارتباط حالا ویژوال استودیو با خود اون دیتابیس برقرار شد. میایم سراغ تیبل استودنت، راست کلیک رو انجام میدیم و شو تیبل دیتا رو انتخاب میکنیم. Show table data. الان در این قسمت شما 11 و هادی و 0914 رو دقیقاً می‌بینی. کار ما تموم شد، یعنی اساس همینه. اما برگردیم یک مقدار اصول شیگرایی رو به این سیستم اضافه کنیم. پس روش استفاده از stored procedure برای اضافه کردن داده‌ها به جدول‌ها دقیقاً به این شکل بود. پس من سریعاً برگردم اینجا. خب این RPC من بایستی چی بگیره؟ بایستی یک سری پارامترهایی رو بگیره. پارامترهایی که میگیره چیه؟ مثلا این پارامتره add student، نام پروسیجر رو. پس من میتونم string pr name و بعد پارامترها رو باید بگیره. خب پارامترها رو مثلا من مینویسم string pr1، نه دیگه string است، int دیگه، int مثلا pr1 و الی. یا میتونید اصلا کلن بگید که این rpc رو ما اسمش رو عوض کنیم به نام insert student. خب insert student که در نظر گرفتیم، بیایم فقط این پارامترها رو در نظر بگیریم. بنویسیم int SID و مثلا string، خب مثلا sname و string
خب بعد در داخل این در داخل این بیایم و اینها رو بنویسیم SID، این رو بنویسیم SName، این رو بنویسیم مثلا SFOAM پارامتر بگیره. خب پس insert studentی داریم. بعد در داخل کلاس student الان در داخل کلاس student بیایم سراغ کلاس student که فعلا هیچی ننوشته بودم، بیام و بنویسیم private int sid یا underline اولش بذاریم، بعد بنویسیم private string sname private string sfoam. بعد یه متد سازنده تعریف کنیم public student، پارامترها رو باید بگیریم که int sid و string sname و string sfoam. حالا در این قسمت بنویسیم this dot sid this dot من همینطوری نوشتم، ولی شما بایستی یک سری کنترل هایی مثلا انجام بدید. خب حالا دیگه من بدون کنترل همینطوری یک متد سازنده نوشتم، در داخل این نویسم public void save student. خب save student، save student ما قراره چه کاری انجام بده؟ بیاد با استفاده از یک نمونه از این db class این داده ها رو وارد جدول student کنه. پس این رو از این قسمت cut و در داخل این قسمت paste کنیم. یک نمونه از db class درست میکنیم و مقادیر رو چی ارسال میکنیم؟ this dot SID و this dot sname و this dot sfoam. اینها رو ارسال میکنیم به چی؟ به این. پس الان اسم این چی شد؟ insert student. پس دیگه الان باید بیام این قسمت در داخل کلاس student به جای rpc بنویسم ob.insertStudent، این کار رو انجام بده. خب پس یک مقدار حالت شیگرایی گرفت. کافی الان بیام در داخل این قسمت اصلی بنویسم از نوع student object من مساوی new studentی که دارای شماره دانشجوی 22 و قولی و مثلا 1914 بعد بنویسم obi dot save student، این دانشجو رو سیو کن. اگه اصول شیگره رو درست نوشته باشیم و متدهای ما به درستی کار کنند، برنامه رو که اجرا کنم دوباره بیام سراغ سرور اکسپلورر، ارتباط رو برقرار کنیم، یه راست کلیک، بعد show table data، شما میبینید که اعداد جدید کو یه ریفرش میبینید 22 و قولی و 0914 هم اینجا اضافه شدن.
ببینید دوستان، یک مسئله بسیار بسیار مهمی الان وجود داره. ما به هنگام توسعه دو دیتابیس داریم، یکی دیتابیسی که در پوشه باینری ما ذخیره سازی شده و یک دیتابیسی که ما داریم الان در داخل خود این استفاده می کنیم، در داخل پوشه برنامه است. خب پس اگه شما بیاید و در این کودها این کانکشن استرینگ رو اینطوری بنویسید، ببینید این کانکشن استرینگ رو اینطوری بنویسید که من نوشتم که غلطه. خب اگه این رو اینطوری بنویسید، شما میتونید دیتا ها رو ببینید، در واقع داره خودش نشون میده که این دیتابیس کجاست و ما هم وصل شدیم به همون. اما روش درست اینه که شما بیاید و این قسمت رو کلن حذف کنید. خب بنویسید data directory، بعد database.mdf. این الان بر روی هر ماشینی درست کار خواهد کرد. پس در آموزش امروز در مورد رویه های ذخیره شده، روش استفاده از رویه های ذخیره شده برای اضافه کردن داده ها به دیتابیس صحبت کردیم. امیدوارم این آموزش هم مثل آموزش‌های قبلی برای شما مفید باشه.